بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت تمام شما علاقمندان درس قرآن کریم و تجوید. عبدالله شمس در خدمت شما دوستا و عزیزا هستم. در درس خود می خواهیم که در موارد تنوین و اشکال مختلف تنوین در قرآن کریم صحبت بکنم. ما و شما می فهمیم که تنوین به معنای دو زبر، دو زیر و یا دو پیش است که هرگاه در بالای یک حرف مثلا حرف ب دو زبر قرار داشته باشه، یعنی ب دو زبر بند نوشته میشه و ب نون زبر بند خوانده میشه. به می شکل اگر ب دو زیر داشته باشه، ب دو زیر بن نوشته میشه، ب نون زیر بن خوانده میشه. به می شکل ب اگر دو پیش داشته باشه، ب دو پیش بن است، اما تلفظ چه قسم میشه؟ ب نون پیش بن خوانده میشه، یعنی در هر کدامش نون حتما اضافه میشه. به می شکل اگر ت باشه، جیم باشه، هر چیزی که باشه، مثلا جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جین، جیم دو پیش جون، جن جین جون. اگر شما قاعده بغدادی را خوانده باشین گاهی حتما این موضوع را متوجه شدین و میفهمین. حالا می خواهیم که در مورد اشکال مختلف تنوین در قرآن کریم صحبت بکنم. اولا اینکه قرآن کریم هایی را که ما شما مطالعه میکنیم یا تلاوت میکنیم، بعضی هایشان و شکل اردو چاپ شده، یعنی که در کشورهای مثل پاکستان و هندوستان چاپ شده که دوجا ما علامت های متفاوت را میبینیم و به این شکل قرآن کریم هایی که در ترکیه هم چاپ شده دوجا هم علامت های مختلف دیگه است. اما قرآن کریم هایی که بسیار زیاد مروج است و در بیشتر کشورها از اون قرآن کریم استفاده میشه و تلاوت میشه، قرآن کریم هایی است که به چاپ عربی است. قرآن کریم های چاپ عربی تنوین های مختلف را در اوجه بیان میکنه، اما در قرآن کریم هایی که چاپ پاکستان است یا کشور ترکیه است یا دیگه کشورها است، در اوجه ما و شما فقط یک شکل تنوین میبینیم که امی دو زبر، دو زیر و دو پیش است. فقط امی شکلش هم میبینیم. اما وقتی که شما قرآن کریم هایی که چاپ عربی باشه، که من خودم هم از امو قرآن کریم استفاده میکنم، در اوجه تنوین های مختلف هم میبینیم، یعنی اشکال تنوین فرق میکنه. تنوین امی سه تنوین است، یعنی دو زبر، دو زیر و دو پیش است، اما فقط شکل هایشان فرق میکنه که در درس خود ما میخواهیم در مورد اما اشکال مختلف تنوین بر شما صحبت بکنم که هر کدامش چی معنی میده و از لحاظ تجویدی با هم چی تفاوت داره. ما شما در درس نون ساکن و تنوین اگر یاد شما باشم و دو ویدیو بر شما بیان کردم که در ویدیو اول در مورد اظهار و ادغام صحبت کردم و در ویدیو دوم در مورد اقلاب و اخفا صحبت کردم. گفتیم هرگاه بعد از نون ساکن و تنوین یکی از حروف حلقی بیاید، دو صورت ما و شما چی میکنیم؟ نون و ساکن و تنوین اظهار کردن میخوانیم. اگر بعد از نون و ساکن و تنوین یکی از حروف یرملون بیاید، دو صورت ما و شما حرف نون و ساکن و تنوین چی میکنیم؟ ادغام میکنیم. و اگر بعد از حرف نون و ساکن و تنوین حرف ب بیاید، ما نون به چی تبدیل میکنیم؟ به میم تبدیل میکنیم و ایره اقلاب کردن میخوانیم، ایره اقلاب میگن. و اگر نه ب بیایه، نه حروف حلقی بیایه و نه حروف یرملون بیایه، متبقی هر حرف دیگه که باید اوجا ما چی میکنیم؟ اخفا میکنیم. این قاعده رو ما بر شما گفتم با مثال های بسیار زیاد، دو ویدیو تشریح کردم که شما میتونین از اون ویدیو ها استفاده بکنین. اما اگر احیانا ما فراموش میکنیم حروف حلقی را یا حروف یرملون یا حرف ب را متوجه نمیشیم یا حروف اخفا را متوجه نمیشیم، در صورت ما چه قسم بفهمیم که دیجا اخفا میشه، ادغام، اقلاب یا اظهار؟ در قرآن کریم هایی که بچاپ عربی است، امیجا بر ما سهولت ایجاد کردن که اشکال تنوین متفاوت ساختن. در نون ساکن ما شما این قاعده را نمیتونیم درک شناسایی کنیم، اما در تنوین ما میتونیم که به بسیار سادگی و راحتی مشخص بسازیم. در صورتی که تنوین دو زبر و دو زیر به شکل مساوی ریاضی قرار داشته باشه، یعنی خطوطش با هم مساوی باشه، یعنی به این شکل مساوی سر به سر قرار گرفته باشه، دو صورت ما شما چی میکنیم؟ اظهار میکنیم. و در دو پیش واو است و بالایش یک قوس کوچک است. به این شکل وقتی که واو بود و بالایش یک قوس کوچک بود، ما دو صورت چی میکنیم؟ اظهار میکنیم. و در دو زبر و دو زیر هم اگر خطوطشان با هم مساوی قرار داشت، دو صورت ما هم چی میکنیم؟ اظهار میکنیم. حالا میخوایم مثال های از اظهار را برای شما بیان بکنم. ولم یکن له کفوا احد، کفوا احد. در کلمه کفوان بالای واو ببینیم که دو زبر که قرار داره به شکل مساوی است، به این شکل خطوطش با هم برابر است، دیجا ما چی میکنیم؟ اظهار کرده میخوانیم. و ارسل علیهم طیرا ابابیل. در کلمه طیران متوجه میشیم که بالای ری دو زبر که قرار داره باز هم به شکل مساوی است، اظهار کرده ما خواندمش. و من شر حاسد اذا حسد.
حالا مثال دو زیر میبینیم، حسدن باز هم در زیرش دو تا زیر که یعنی دو تا تنوین که آمده به شکل زیر، اونجا ما چی میکنیم؟ اظهار میکنیم، چرا که خطوطش با هم مساوی است. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. در کلمه یومئذ باز هم تنوین دو زیره به شکل مساوی میبینیم، از او خاطر میجه چی میکنم؟ اظهار میکنم. شما اظهار میفهمین که در اظهار ما زبان خود در کام میچسبانیم و نون به مشکل عادیش تلفظ میکنیم. و مثال های دو پیش هم گفتم، وقتی که واو آمده بود یعنی دو پیش به شکل واو و بالش یک قوس بود، در اوجه ما اظهار میکنیم به طور مثال نارون حامیه. نارون اینجا نارون میگم، در اینجا من نه ادغام میکنم نه اخفا میکنم و نه اقلاب انجام میدم، فقط اظهار نون با مشکل عادی تلفظ میکنم. نارون حامیه فلهم اجر غیر ممنون. اجر اجر، ببینین بالای ری دو پیش که آمده یعنی واو از بالایش یک قوس قرار گرفته که در اینجا ما چی میکنیم؟ اظهار میکنیم. خب این شکل اولش بود که در قرآن کریم هایی که شما با چاپ پاکستان و ترکیه و دیگر کشورها هم میبینین به می شکل است، یعنی تمام تنوین ها به می شکل است. اما در قرآن کریم های عربی اشکال دیگه هم هست که حالا ما میخوایم از اون براتون مثال بگیم. اگر شکل تنوینی که شما در قرآن کریم میبینین به شکل دو تا زبر پس پیش باشه، یعنی که به شکل منطبق و مساوی قرار نداشته باشه، یکیش پس باشه یکیش پیش باشه، در اون صورت ما و شما باید یا اخفا بکنیم و یا همچی بکنیم ادغام بکنیم. ما و شما میفهمیم که حروف ادغام چی است؟ یرملون است. اگر که بعد از این تنوین که پس پیش آمدگی باشه یکی از حروف یرملون باشه، در اوج شما میفهمین که چی است؟ ادغام است. و اگر حروف یرملون نامده بود، شما باید است که چی کنین؟ اخفا را انجام بدین. به طور مثال وقتی که ما میخوانیم یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. یومئذ دیگه ببینین که ذال دو زیر داره و دو زیرش به این شکل پس و پیش است و بعد از او حروف یرملون است که یا آمده. در اونجا ما چی میکنیم؟ گفتیم وقتی حروف یرملون آمده بود ادغام میکنیم. الذی اطعمهم من جوع و آمنهم. در کلمه جوع ببینین که در زیر عین تنوین که آمده باز هم به شکل پس پیش است، ما چی میکنم؟ ادغام میکنم، یعنی به خاطر که جوع و بعد از او واو آمده، واو هم از جمله حروف چی است؟ یرملون است. لیلة القدر خیر من الف شهر. در بالای کلمه خیرون ببینین که دو دانه پیش آمده، اما از دو دانه پیش قبلی فرق داره. دو دانه پیش قبلی ما گفتیم که اگر یک دانه واو بود بالایش یک قوس بود ما شما اظهار میکنیم، اما دیجا ببینیم که دو دانه واو پلو در پلو آمده، به این معنی که ما دیجا باید یا ادغام بکنیم و یا اخفا بکنیم. و ادغام در صورتی که حروف یرملون میباشه ما ادغام میکنیم، اگر حروف یرملون نبود اخفا میکنیم. حال ببینیم که خیرم که میگم یرملون است، بعد از اون میم آمده، میم از جمله حروف یرملون است، از اون خاطر ما دیجا چی میکنیم؟ خیرم ری را با میم وصل میکنیم، خیرون نمیگیم، میگیم خیرم من. سیصلا نارا ذات لهب. در کلمه ناران ببینین که دو زبر که آمده به شکل پس پیش است و بعد از اون حروف یرملون نام در حرف ذال آمده، از اون خاطر ما دیجی چی میکنیم؟ اخفا انجام میکنیم. نارا ذات لهب و من یعمل مثقال ذرت شر یره. بعد از کلمه ذروتن ببینین که دو تا زیر آمده و این دو زیر به شکل پس پیش است و بعد از او هم حروف چی است؟ شین است. حرف شین در جمله حروف یرملون نیست، از او خاطر من اینجا چی کردم؟ اخفا کردم. ذروت شر یره او اطعام فی یوم ذی مسغبه. در کلمه اطعام ببینین که میم دو پیش آمده، دو تا واو پلو در پلو است که در اینجا ما چی میکنیم؟ باید است یا اخفا یا ادغام بکنیم. حالا بعد از اون میبینیم که چی است؟ اطعام فی، فی است، حرف فی از جمله حروف یرملون نیست، از اون خاطر من دیگه چی کردم؟ اخفا کردم. اطعام فی. شکل سوم از تنوین که بیانگر اقلاب است، با چی شکل است که دو زبر دو زیر و دو پیش امرایشان یک حرف میم هم وجود داره، یعنی در دو زبر یک تا زبر است و یک دانه میم است، در دو زیر یک دانه زیر است و یک دانه میم است، و در دو پیش هم یک دانه پیش است و یک دانه میم است، که در اینجا ما میفهمیم که باید از اقلاب صورت بگیره، یعنی حرف میم تلفظ شوه. به طور مثال ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم. در کلمه ابدا ببینین که
تنوین دو زبر آمده، اما در یعنی به شکل یک دانه میم کوچک هم در اوجا ظاهر شده. در صورت ما میفهمیم که جبایت از ما چی بکنیم؟ اقلاب انجام بدیم و حرف میم تلفظ بکنیم. ابدم بیم که اخفای شفوی هم در اینجا صورت میگیره که من در درس اخفای شفوی در مورد عزیز صحبت کرده بودم. ولا تکونو اول کافرین به، تا کلمه کافرین ببینین که تنوین دو زیر است و در اوجه یک میم کوچک هم میبینیم که در اینجا هم ما اقلاب انجام میدیم و حرف میم تلفظ میکنیم. کافرین به ولهم عذاب الیم بما كانوا يكذبون. در کلمه علیمم میبینیم که تنوین دو پیش آمده که یکی میم کوچک هم در بالیش نشته شده، یعنی یک پیش است و یک میم کوچک است، از او خاطر ما اینجا چی میکنیم؟ اقلاب انجام میدیم. به این شکل والله محیط بالکافرین. محیط دیجا تنوین دو پیش است، باز هم که یک دانه پیش و یک دانه میم آمده، ما میفهمیم که چی است؟ اقلاب است. یعنی متوجه میشیم که چقدر به ما سهولت ایجاد میکنه، به شرطی که اینمی قاعده را که من بر شما گفتم یاد داشته باشین. شاید که تا امروز شما فکر میکردین که فقط یک شکل تنوین است، که دو زبر، دو زیر و دو پیش است، اما حالا وقتی که قرآن کریم های عربی را باز میکنیم میبینیم که اشکال مختلف تنوین در اوجا درج کردن، به خاطر از اینکه ما بتانیم فرق بین اقلاب، اخفا، اظهار و ادغام فراموش نکنیم و بتانیم او را ادا بکنیم. در قسمت بعدی از این ویدیو، یعنی در درس 31 میخواییم که علامات دیگه از قرآن کریم را بر شما بیان بکنم. منتظر از او ویدیو هم باشین و حتما ویدیو را دنبال بکنین، چرا که بعضی علامات مهم دیگه هم از قرآن کریم باقی مانده که میخواییم او را بر شما بیان بکنم و حتما ویدیو ما با دوستایتان شریک بسازین تا ای که در این ثواب شما هم شریک شوین. تا ویدیو بعدی شما را به خدا یکتا میسپارم. شاد، موفق و سعادتمند در دنیا و آخرت باشید. خداوند یار و نگهدار شما.